یلاسیا سلام، امروز میخوایم یکم از فیلم های ترسناک ماوراءطبیعی فاصله بگیریم و یه فیلم فوق العاده از وحشتناکترین جنایت های تاریخ یعنی جنگ جهانی دوم ببینیم. فیلم فهرست شینلر از بهترین های دنیاست، فیلمی که غیر ممکنه اشکتون در نیاره و حتما حتی بعد از دیدن این خلاصه هم یه بار کاملش رو ببینید. دیالوگ های فیلم و صحنه هاش اصلا حرف ندارن. یادتون نره توی کانال سابسکرایب کنید، حواستون به صحنه های خشن و اسپویل کامل فیلم هم باشه تا آخرش بهم گوش ندید. فیلم فهرست شینلر با نمایش سال 1939 شروع میشه، جایی که ارتش آلمان بعد از دو هفته موفق میشه لهستان رو به تصرف خودش در بیاره. از اون روز دستور داده شد که تمام یهودی‌ها اسم خودشون و خانواده‌شون رو به ارتش اعلام کنن و هرچی سریع‌تر به شهر کراکو برسن. محل رسیدگی به معرفی یهودی‌ها رو می‌بینیم که روزانه تعداد کارکنان و افرادی که به این شهر رسیدن افزایش پیدا می‌کنه. یه روز یکی از نازی‌های معروف و پر افتخار وارد کلوبی میشه که افسر ارتش آلمان زیادی به اونجا میرن. اسم این مرد اسکار شینلر هست و از کشور چک به اینجا اومده. یکی از افسرهای عالی رتبه ارتش آلمان به میز بقیه‌شون میاد و اسکار شینلر با دیدن سفارش نوشیدنی رایگان برای همه‌شون میده. تا آخر اون شب همه افسرهای ارتش دیگه هم اسم اسکار شینلر رو میشناسن و دور میز نشستن تا با هم دیگه مشروب بخورن. روزها میگذره، ارتش کنترل همه کشور رو به دست گرفته و یهودی‌های ساکن شهر رو روز به روز بیشتر تحقیر میکنه. اسکار شینلر به خاطر سخاوت و کمکاش به دولت هر روز بیشتر از قبل بین آلمانی‌ها شناخته میشه. یه روز به جلسه جودنرات میره. جودنرات مجلسی بود که توسط 24 تا از یهودی‌های منتخب برقرار میشد و وظیفه داشت دستورات جدیدی که دولت هیتلر برای یهودی‌ها صادر میکرد و به همشون ابلاغ بکنه. اسکار شینلر توی این جلسه با حسابداری به نام ایتزاک استرن آشنا میشه. اسکار خیلی آروم و بدون اینکه کسی متوجه بشه بهش میگه من چند تا سرمایه‌گذار یهودی نیاز دارم. توضیح میده که میخوام یه کارخونه ساخت ظروف بزنم. میگه من قراردادهای ارتشی زیادی میتونم ببندم که سرمایه کارمون جور بشه، ولی برای خرید و شروع کار به سرمایه‌گذار نیاز دارم. بر اساس قانون هیتلر یهودی‌ها حق ندارن صاحب اصلی هیچ کار یا شرکتی بشن، برای همین شینلر به عنوان عضو حزب نازی قصد داره صاحب اصلی شرکت بشه. همینطور اینم میگه من به این سرمایه‌گذارها پولی از کار نمیدم، بلکه هر ماه به عنوان سود پولی که سرمایه‌گذاری میکنن براشون یه عالمه وسیله و غذا میارم. اینطوری اونا به راحتی بدون مالیات میتونن لوازم جدید بپوشن. از طرفی سودی که شینلر میتونه ببره چندین برابر میشه. ایتزاک استرن رو هم حاضر به عنوان مدیر اصلی کارخونه استخدام کنه تا کنترل همه چیز دست اون باشه و یهودی‌ها راحت‌تر بهش اعتماد بکنن. ایتزاک ولی این پیشنهاد رو رد میکنه و میگه یهودی‌ها حاضر نیستن سر همچین کاری سرمایه گذاری کنن. شینلر که تصمیمش خیلی جدی و به این کار مصره، ناامید نمیشه و میره به یک کلیسا تو محله یهودی‌ها، جایی که تاجرای این محل میان تا یواشکی با قاچاقچی‌ها معامله کنن، لوازم مورد نیازشون رو بگیرن. شینلر خودش تو بحث اونا جا میده و همه‌شون بجز یکی از قاچاقچی‌ها با دیدن علامت نازی روی لباس شینلر میترسن و فرار میکنن. اسم این قاچاقچی که مونده پولک هست که شینلر هم تعداد خیلی زیادی لوازم گرون و لاکچری بهش سفارش میده و اونم میگه تو ماه جدید همه رو برش وارد شهر میکنه. اون میخواد با استفاده از این وسایلا سرمایه‌گذارای یهودی رو تحت تاثیر قرار بده و اعتمادشون رو به خودش جلب بکنه. مارچ سال 1941 میرسه، زمانی که ارتش آلمان تمام یهودی‌ها رو از خونه‌شون بیرون میکنه و اونا رو به خونه‌های کوچیکی که با دیوار بلندی از بقیه مردم جدا شدن میبرن. اسم این محله گتو است که قطعاً اسمش رو بارها شنیدید. خونه‌های یهودی‌ها که حالا خالی شده به دست همه نازی‌ها میفته تا رایگان اونجا ساکن بشن. شینلر هم از این قضیه مستثنا نیست، توی یکی از این آپارتمان‌ها ساکن میشه. اون که هنوز به دنبال هدف ساخت کارخونه‌شه با تعداد سرمایه‌گذار یهودی ملاقات می‌کنه و لوازمی که خریده بود رو بهشون ارائه میده. این بار به همه‌شون هم میگه که الان همه یهودی‌ها توی گتو ساکن شدن و پول دولتی دیگه اونجا هیچ اهمیتی نداره. اگه با من همکاری نکنید پولتون خیلی الکی از دست میره و ارتش همه رو ازتون میگیره. توی گتو مبادله کالا با کالا خیلی ارزش بیشتری داره و من میتونم براتون لوازمی که تو کارخونه میسازیم و بیارم تا باهاش غذا و هر چی میخوای تهیه کنید. سرمایه‌گذارم میگم با درصدی از کارخونه رو هم میخوام، اما شینلر به هیچ وجه مورد قبول نمیکنه. بالاخره به خاطر سختی شرایط محله جدید یهودیا سرمایه‌گذارا قبول میکنن تا سرمایه مورد نیاز به شینلر رو بدن. ایتزاک هم به عنوان مدیر کارخونه مشغول به کار بشه و خیلی زود کارخونه راه بیفته. شینلر تمام کارخونه رو از یهودیا انتخاب میکنه چون محدودیت و قانونهای مسخره دولت هیتلر حقوق این افراد خیلی کمتر از افراد دیگه است. هر کسی توی این کارخونه به استخدام در بیاد توی کارت اقامتش کلمه حضور ضروری نوشته میشه، یعنی به لطف شینلر و کارخونش این افراد به کمپ های دولت ارسال نمیشن و کشته نمیشن، کمپ هایی که توی همشون بلاهای فجیع سر یهودی آورده میشه. ایتزاک هم از این قضیه استفاده میکنه تا جایی که میتونه یهودی های دیگر رو از مرگ حتمی نجات بده. اون حد اکثر نیروی ممکن رو استخدام میکنه، افرادی که حتی کوچکترین سابقه توی این زمینه ندارن، ولی ایتزاک جونشون اینطوری میخواد نجات بده و کمکش میکنه تا کارو یاد بگیرن. روزها بعد همسر شینلر به نام امیلی با قطار وارد شهر میشه و چند روز رو با همسرش میگذرونه. اما یه روز شینلر بهش میگه تو باعث پرسوران حواسم از کار و زندگی و برش میگردونه به کشور چک. با اینکه مدت ها از شروع کار کارخونه گذشته، هنوز از کار شینلر هیچ اطلاعی از کاری که ایتزاک انجام داده نداره و نمیدونه کارخونهش به محلی برای نجات جون یهودی‌ها تبدیل شده، تا زمانی که ایتزاک با یکی از کارکنای اونجا به پیشش میاد. این مرد که یه دست هم بیشتر نداره از شینلر تشکر میکنه که جونش نجات داده و باعث شده دوباره فکر کنه توی دنیا اهمیت داره. بعد از رفتنش هم شینلر یه بحث زیادی با ایتزاک میکنه که چرا همچین کسی رو استخدام کرده وقتی هیچ کاربردی با یه دست براشون نمیتونه داشته باشه.
توی سکانس همون مردی که فقط یه دونه دستاش رو می‌بینیم. ارتش آلمان مردم یهودی رو مجبور می‌کنن تا برفای خیابونا رو پاک کنن. وقتی می‌فهمن این مرد نمی‌تونه کمکی بهشون کنه، با خونسردی تمامونو کنار می‌کشن، اسلحه سمتش می‌گیرن و با یه شلیک نشون میدن چقدر جونش براشون بی‌اهمیت بوده. روزها بعد به شیندلر خبر میدن که ایتساک مدیر کارخونه شیندلر توسط ارتش در یکی از اردوگاه‌های مرگ فرستاده میشه. شیندلر که حالا علاقه خاصی به این مرد پیدا کرده، موفق میشه قبل از شروع حرکت قطار به اونجا برسه. با نفوذ خیلی زیادی هم که توی دولت داره، یکی از افسرا رو کنار میکشه و متوجه میشه ایتساک کارت اقامتش رو فراموش کرده همراه خودش ببره. واسه همینم هم اونو دارن اشتباهی به کمپ میفرستن. با کمک همون افسر این مرد رو نجات میده و به کارخونه برمیگردونه. تو قسمت دیگه ای از کشور اردوگاه پلاسلو در حال ساخته، اردوگاهی که یکی از بدترین جنایت های ارتش هیتلره. یه افسر نازی روانی به نام امان گوهت مسئول ساخت و رسیدگی به این کمپه. این مرد به حدی روانیه که وقتی یه مهندس یهودی میاد پیشش تا ایراد ساختمونی که دارن میسازن رو بگه و راه درست کردنش هم در اختیارشون بذاره، بدون هیچ مکسی این مهندس رو میکشه. بعدم به بقیه دستور میده همه پیشنهادهای اون رو انجام بدن و ساختمون رو درست بسازن. بعد از یه مدت اردوگاه پلاسلو ساخته میشه و به دستور امان گوهت جنایت وحشیانه ای به راه میفته. نیروهای ارتش به محله یهودی ها میرن و یه سرشون رو قتل عام میکنن و بقیه رو برای کار به اردوگاه میبرن. شیندلر هم از بالای تپه این قتل عام رو توی محله یهودی ها کنار همسرش میبینه. وسط بکش بکش دختر بچه با لباس قرمز سرگردونه، تنها رنگی که توی این فیلم سیاه و سفید شاهدش مو بارها میبینیمش. تعدادی یهودی به صف شدن و افسرا با یه گلوله همه شروع میکشن. شیندلر حال افتضاحی پیدا میکنه و تازه به عمق جنایت نازی ها پی میبره. بعد از اینکه یهودی ها به اردوگاه برده میشن، همشون به بیگاری میکشن. امان گوهت هم هر روز با تفنگ اسنایپرشون رو زیر نظر میگیره و هر یهودی که حتی یه لحظه بیکار بشینه رو مورد هدف تفنگش قرار میده. با به هم ریختن محل زندگی یهودی ها، بردنشون به اردوگاه کار، کارخونه شیندلر هم تحت تاثیر قرار گرفته و هیچ کدوم از کارکناش اونجا نیستن. برای همین تصمیم میگیره جدا از همه تنفری که نسبت به امان گوهت پیدا کرده، با اجواز رفاقت برداره، بلکه بتونه تعدادی از یهودی ها رو به کارخونه خودش بیاره. با رشوه‌ای که شیندلر به این افسر روانی میده، اون قبول میکنه اجازه استفاده از یهودی ها برای کارخونه شیندلر صادر شه در قبال اینکه اونم یه کمپ اختصاصی کوچیک برای همین افسر بسازه. با این توافق تعداد خیلی زیادی از یهودی ها به کارخونه شیندلر برمیگردن و از مرگ حتمی نجات پیدا میکنن. یه روز امان گوهت و افسرش به کارخونه شیندلر میرن تا کار همه رو بررسی کنن. اونا به یکی از کارگرا میگن براشون محصول تولید کنه و با اینکه خیلی حرفه‌ای کارش انجام میده، بهش میگن تو باید بیشتر از اینا از وقتت استفاده میکردی. برام اونو میبرن بیرون تا مثل آب خوردن بگوشنش، اما در کمال تعجب هر چی سعی میکنن بهش شلیک کنن تفنگشون کار نمیکنه، جوری که انگار خدا میخواسته اون کارگر بیچاره رو نجات بده. چندین روز بعد زن یهودی به نام رژینا پیش شیندلر میاد، ازش درخواست میکنه که پدر و مادرش رو به استخدام کارخونه در بیاره. رژینا میگه تمام یهودیا به کارخونه تو میگن بهشت امن، چون جون همه رو نجات دادی. اما شیندلر قبول نمیکنه کسی که نمیشه سر الکی استخدام کنه. دختر با ناراحتی از اونجا میره و شیندلر هم پیش مدیر کارخونه ایتساک میره. اول با عصبانیت وارد میشه و میگه من دیگه نمیخوام هیچ یهودی رو نجات بدم، ولی یه دفعه ساعت طلای خودش رو به ایتساک میده و بهش میگه پدر و مادر اون دختر رو استخدام کن. در اصل شیندلر به ایتساک اجازه کامل اینو میده که هر کسی رو میتونه با کمکش نجات بده، اما اسمی از شیندلر نبره تا براش مشکل ساز نشه. اسکال کم کم حتی از لوازم شخصی خودش هم به ایتساک کمک میکنه تا به افسرها و افراد مورد نیاز رشوه بدن و جون یهودیا رو نجات بدن. توی یکی از سکانس ها هم وقتی میبینه یهودیا دارن با قطار به اردوگاه بعدی فرستاده میشن، شلنگ آبی تهیه میکنه و همه جای قطار رو خیس میکنه، بلکه کمی یهودیا خنکشن و راحت‌تر نفس بکشن. تولد شیندلر میرسه و در اقدام عجیب جلوی همه افسرای نازی لب‌های دختر یهودی رو میبوسه. این عمل بین همه نازی‌ها ممنوع است و به خاطر همین مجبور میشه پیش افسرا بره و با استفاده از آشناهایی که داره از زیر این جرم فرار کنه. توی یکی از روزها به شیندلر خبر میده که اردوگاه پلاسلو رو داره نابود میشه. امان گوهت دستور داره همه جا رو همراه با نزدیک به 10,000 یهودی بسوزونن و باقی مونده رو به وحشتناک‌ترین اردوگاه دنیا یعنی آشویتز بفرستن. حالا شیندلر حق انتخاب داره. با اینکه درآمدش اونقدر زیاد بوده که تا آخر عمر میتونه راحت زندگی کنه، تصمیم میگیره از شهر و درگیری‌های جدید فرار نکنه و کنار کارگرای خودش بمونه تا بتونه نجاتشون بده. اون به پیش افسر ارشد میره و راجع به نیازش به کارگراش حرف میزنه. میگه من میخوام کارخونه جدیدی بزنم و اونجا گلوله و بمب برای کمک به آلمان تولید کنم، برای همین نباید کارگران به آشویتز بفرستید. کارخونه تو کشور خودش که دور از جنایات کشور لهستان و یهودیا به آرومی میتونن اونجا زندگیشون رو ادامه بدن. اما افسر ارشد مخالف این قضیه است و میگه خیلی کار زمانبر و سختیه که بتونم این یهودیا رو برات نجات بدم. وقتی شیندلر بهش پیشنهاد میده که بابت هر کدوم از این یهودیا حاضر هزینه خیلی زیادی پرداخت کنه، افسرم باهاش کنار میاد. خیلی سریع شیندلر و ایتساک دست به کار میشن تا لیستی از افراد مورد نظرشون تهیه کنن و جونشون رو بخرن. لیست با 450 نفر شروع میشه و شیندلر انقدر اصرار میکنه تا تعداد رو به 850 نفر میرسونه. اون حاضر میشه هر چی داره و نداره رو به دولت آلمان بده، بلکه این آدما رو پیش خودش برگردونه. بازم برای شیندلر کافی نیست، با حساب کتاب اسکار که همه چی رو بفروشه تعداد رو به 1100 نفر میرسونه. با پرداخت پول توسط شیندلر ارسال افراد توی لیست به کشور چک شروع میشه. دو تا قطار به سمت کارخونه دوم شیندلر توی چک راه میافتن، یکی شامل زنها و یکی مردها. قطار مردها میرسه و شیندلر با استقبال ازشون پذیرایی میکنه. میگه اینجا دیگه هیچ خبری
خبری از وحشیگری آلمانیست و برای همشون سوپ داغ آماده کرده. با اشتباه کوچیکی که توی کاغذبازی اداری پیش اومده، قطار زنها برعکس مردها به اردوگاه آشویتز رفته. اونا به بدترین جای زمین میرسن. خیلی زود همه موهاشون تراشیده میشه و اونا رو به اتاق‌های میفرستن. همشون شروع به جیغ و داد میکنن چون فکر میکنن اینجا اتاق گازه، جایی که نازی‌ها ازش برای قتل عام یهودی‌ها استفاده میکردن و وارد کردن گاز کشنده‌ای به اتاقی پر از یهودی‌ها همشون رو درجا میکشتن. اما وقتی توی این اتاق شیرای آب باز میشه و میفهمن فقط یه حموم عمومیه، از خوشحالی بالا پایین میپرن و خودشونو میشورن. شینلر هم با فهمیدن این قضیه سری خودشو به آشویتز میرسونه. اونجا با افسر مربوطه حرف میزنه و در آخر مجبور میشه دوباره پول زیادی به اون افسر بده تا زنهای لیستشو به کشور چک برگردونه. اون حتی از ارموسایی تو جیبش هم استفاده میکنه و بالاخره موفق به انجام این کار میشه. حالا که همه 1100 کارگرش به کارخونه جدید رسیدن و خیالش راحته، اول از همه با نگهبانای نازی صحبت میکنه و میگه حق ندارن بدون اجازه از داخل کارخونه بررسی کنن. حق ندارن هیچ کسی هم بکشن و کلا خیلی محدودشون میکنن. با گذشت روزها ارتباطش با کارگرش هم قوی تر میشه و حتی براشون مکانی مهیا میکنه تا مراسم عبادتشون رو هم انجام بدن. هفت ماهی میگذره که توی این مدت اسکار شیندلر میلیون ها رشته به افسرهای نازی میده تا گلوله و بمب از جاهای مختلف براش تهیه کنن. بعد همه اونا رو از بین میبره تا فقط تولیدات کارخونه خودش رو به دولت آلمان بفروشه. جالبه که حتی یه دونه از گلوله ها و بمبای ساخت کارخونه شیندلر کیفیت لازم رو ندارن، همشون یا خرابن یا منفجر نمیشن. این بخشی از نقشه خود شیندلر بود که با دستکاری اطلاعات کارخونه مقصد سلاحهای اشتباهی تولید کنه تا توی جنگ استفاده نشن و به یهودی‌ها کمک بکنه. بالاخره سال 1945 میرسه. دولت آلمان توی جنگ جهانی شکست می‌خوره و روس‌ها وارد اروپا میشن تا تمام نازی‌ها رو بکشن و یا به اسارت بگیرن. همه دارایی‌های شیندلر هم تمام شده چون همه رو خرج نگهداری از کارخونه کرده بود. با اینکه خودش هم عضو افتخاری ارتش نازی و هر لحظه ممکنه روس‌ها سر برسن تا درج بکشنش، همه کارگراشو جمع می‌کنه تا بهشون تبریک بگه که بالاخره از این جنایت آزاد شدن. با اینکه شیندلر جون چندین هزار یهودی رو توی این مدت نجات داده، به چشم دولت روس‌ها عضو حزب نازی سرمایه‌گذار فاسد و کمک بزرگی برای دولت آلمان محسوب میشه. یعنی غیر از یهودیایی که نجات داده، همه اونو به عنوان یه مجرم بزرگ نگاه میکنن و قطعاً یه روز میکشننش. همه یهودی‌ها به شدت این مرد دوست دارن. بعد از خداحافظی غمناکی که با رئیس مهربونشون میکنن، بهش یه حلقه هدیه میدن که از دندون طلای یکی از کارگرش ساخته شده. روی این حلقه نوشتن هر کسی که جون تنها یه نفر رو نجات بده، جون همه دنیا رو نجات داده. اسکار با دیدن این هدیه اشک چشمش در میاد و با صدای بلند گریه میکنه. میگه کاش پول بیشتری داشتم، کاش میتونستم بازم یهودی ها رو نجات بدم. ایتاک سعی میکنه آرومش کنه و میگه تو 1100 نفر آدمو نجات دادی که الان اینجان. این سکانس یکی از غمگین ترین لحظه های سینما تا غیر ممکنه باشه. اشک نریزید. شیندلر با ماشینی که آماده شده فرار میکنه تا سریع از کشور خارج شه. روز بعد یه سرباز روس به سمت کارخونه یهودی ها میاد و بهشون میگه آلمان توی جنگ شکست خورده و همتون آزادید. کارگرا نمیدونن باید کجا برن چیکار کنن، فقط از اونجا راه میافتن. میفهمیم امان گوئت که مسئول اون جنایتای کثیف بوده دستگیر و اعدام شده. شیندلر هم پس از پایان جنگ چندین کار مختلف راه میندازه اما همیشه شکست میخوره، ولی بالاخره توسط دادگاه یهودیا بیگناه اعلام میشه. سکانس آخر فیلم بازماندگان واقعی فهرست شیندلر رو میبینیم که سر قبر این مرد میمونن و هر کدوم یه تیکه سنگ برای ادای احترام روی قبرش میذارن. تنها کلمه‌ای که میشه در وصف این فیلم نوشت تاریکی و غم. اینکه اگه تنها چند نفر شبیه شیندلر وجود داشتن، شاید بزرگترین قطره عام تاریک خیلی قربانیای کمتری داشت و آدمای کمتری زنده سوخته میشدن یا توی اتاقای گاز میرفتن. دنیا با وجود امثال شیندلر خیلی قشنگ‌تر میشد. امیدوارم یاد بگیریم که نجات دادن جون یه انسان برابر با نجات همه دنیاست. لایک و سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.